بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه های داخلی به نقل از رسانه سی وی سی گفتند که این کشور قصد دارد تا در تابستان سال 2024 میلادی دفتر کمک های بشردوستانه خود را در کابل بازگشایی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه سی وی سی گفته است که حضور در کابل امکان درک بهتر از وضعیت را مساعد می سازد و همچنان در امر هماهنگی با سایر کشورهای کمک کننده و تطبیق پروژه ها کمک می کند. وزارت خارجه سی وی سی امیدواری کرده این امر باعث حمایت مؤثرتر از مردم افغانستان شود. پیش از این کشور سی وی سی دفتر کمک های بشردوستانه خود را در کابل پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بسته بود. با درود و سلام شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش، با من ندیم افضلی خوش آمدین. آغاز پروژه های کشور سی وی سی چقدر می تواند زمینه اشتغال را برای مردم افغانستان فراهم کند؟ روی این سوال و چند سوال دیگر می پردازیم با محترم محمد عیسی مبارز، آگاه مسائل اقتصادی، که از روی خط تلفن با ما وصل هستند. جناب مبارز، خیلی زیاد خوش آمدین به برنامه. نخستین پرسش این که چرا کشور سوئیس این تصمیم در دو سال گذشته نگرفت؟ به نظرتان چی چیز باعث شده که تا این وزارت چنین چیزا را بیای بیان بکنه و حال در این باره تصمیم بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرداری سلام بر شما و تمام بینندگان شما و همکارای شما. علیکم السلام. افضلی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنیم و ببینیم و وضعیت افغانستان و بلخال مردم و همچنان دولت کنونی که با مردم رفتارشان چطور است و همه تو دولت های مثلا مملکت های خارج میخواهند با افغانستان رابطه قسم داشته باشند که آنها هم بخاطر از این که بخاطر بهبود افغانستان و بخاطر دیل پاره که دوی هم وارد افغانستان را یا که رابطه اولری او تو رابطه پا اساس بانی ولی طول نده دیت ضرورت لری افضلی سه چه تنگ کوالی سی یا مملکت لبل مملکت سره خپل اړیکې وساتي. دوم خبره دا د هغوی یو حزب بشر دوستانه لري، هغه حزب لري چې هغه نه غواړي چې هغه بشر چې هغه په مشکل کې وي یا هغه نشي کولی خپل ورځنی ژوند په ښه توګه ترسره کړي، نو د دې لپاره هغه بشر دوستانه هیڅ په اساس باندې چې ویس هم غواړي چې افغانستان کې خپل هغه کومې پروژې او یا کوم کارونه او یا کومی برنامه سی آغا هم اقتصادی آرخون لری او هم بشری هم آرخون لری دی وسنی دولت سرا په تفاهم غواری چی دلتا کارونه تا مثلا روناق وار کری و غواری خپل کارونه پایل کری. دی دیل پارا باید دی افغانستان خلق، دی افغانستان وسنی دولت هم زمین سازی و کری ترسو پوری دی دغس دولتونو دی راتاگ دی افغانستان پر صوبات بانده، د افغانستان پر رسمیت پیژندلو باندې، د افغانستان په د مملکتونو تبدیل تبیا د پیژندلي په خاطر دا یو ډېر مهم راغنده او مهم رول لري. ارزري ته بهتره خبره دا ده چې موږ تاسو ټول فوکس باید په دې وي چې تر څو پورې وکولی شو داسې مملکتونه د خپلو هغه بخشونه یا مثلا هغه پروجکټونه چې د دوی نه لکه د بانک جهاني یا د ایمف یا نور هغه ورته پروژکتونه چې دلته نیمکاره پاتې دي د دې لپاره زمینه سازي وشي. او هم دا مملکتونه غواړي چې بشر دوستانه مرستې خلکو ته ورسي او دغه بشر دوستانه مرستو سره کولی شي خلک یو څه اندازه اقتصادي او هغه ورځنی مشکلات حل. بله، شما از نظر روابط کشور سوئیس با افغانستان چگونه بررسی میکنین جناب مبارز؟ به دلیل از اینکه صندوق امانی پول افغانستان در سوئیس است و همچنان گزارش های ما در این مورد داشتیم قبلنا که 3.5 میلیارد دلار از پول های منجمد شده آمریکا به صندوق در سوئیس انتقال پیدا کرد، شما روابط در کل روابط سوئیس با افغانستان چگونه بررسی میکنین؟ یا
یو خدای وکړه چې مثلا عبدالی صاحب موږ تاسو ته نقطه تفکر وکړو چې ولې امریکا ولې غربیان ولې هغه مملکتونه چې هغه په افغانستان باندې اوس تحریمونه لري خو بیا هم د موږ تاسو پیسې سویس بانک ونته انتقال کړې یو خدای داسې دي بانکي له لحاظه د مالي لحاظه او هغه سیستمونه چې په سویس هېواد کې دي هغه په نورو مملکتونو کې په دې قسم چې د سویس هېواد کې مختص دي هغه رقم ته نه دي دومه خبره دا ده چې د سویس هېواد هم غواړي د افغانستان دولت سره د افغانستان خلکو سره هغه خپله همغږي نو د سویس هېواد هم لیوالتیا وښودله او بله خبره دا ده چې د سویس هېواد د افغانستان په دغو عمومي یا ملي پیسو کې هېڅ وخت لاسوهنه نه ده کړې او کله هم که د موږ تاسې هغه اشخاص افرادو خپلې نغدې پیسې د سویس بانکونو ته انتقال دوی کومه جفانه ده ورسره کړې او دومه خبره دا ده چې د سویس هېواد اکثره وخت افغانستان سره یو ښه هم تجارتي هم مالي او هم بشري مرستې کړې دي نو همدا داسې بله دا خبره دا ده چې سویس هېواد هم غواړي په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو او هغه پروژې چې مثلا موږ معلومات ته د سویس هېواد د کومې کمیټې چې دي د کتابونو دي یا مثلا د خلکو د تعلیم د سطحې لوړوالی ده په دې بخشونو کې ډېر کومکونه کړي د افغانستان سره ورته د افغانستان مملکتونه چې هغه اقتصادي مشکلات لري یا مثلا جنګي حالت کې مثلا قرار لري د سویس هېواد د هغوی سره کومکونه کوي نو همدا لاملونه د سویس هېواد غواړي په افغانستان کې افضلي صاحب خپل هغه پاتې شونې پروژې هم عملي کړي او نورو پروژو ته هم لاسرسی پیدا کړي بله جناب مبارزه ما پیشتر از این اشاره داشتیم که 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانی در کشور سوئیس منتقل شد از داره های منجمد شده افغانستان در آمریکا و این گفته این پول باید برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسه آیا مصرف از این محسوس بوده در افغانستان و در اقتصاد افغانستان تغییر وارد کرده؟ اولی سر کمو گفتن چه خپل پیسو تفکر کنید چه در نیم میلیارد یا 3 میلیارد دلار در سوئیس هېواد ته انتقال شده او تر وسه پورې لغنه مو کومه خاصه استفاده نه کړې یا د استفاده موقع نه درته پیدا شوی او یا هم هغه بخشونه چې مثلا موږ تاسو ته نړیوالو تعین کړي ول په هغه بخشونو کې موږ تاسو هغه ته ضرورت نه ده پېښ شوی دومره خبره دا ده د سویس هېواد سره د موږ تاسو کومې پیسې چې امانت دي هغه پیسو باندې موږ کولی شو کوم مفاد یا سود یا هغه اوایت چې ته ترلاسه کیږي هغه په ډېره منظمه توګه د موږ دغو پیسو سره جمع کیږي او ورځ تر بلې د دغه هغه مقدار لوړیږي ځکه تاسو هم د دې شاید چې موږ تاسو په تېر کال باندې سلو 55 میلیونه ډالره په دې باندې اوایت ترلاسه کړل نو کولی شو دغه اوایت هم د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر ولري او بله خبره دا ده چې مهمه خبره دا ده افضلی صاحب چې اکثره هېوادونه اکثره مملکتونه یا هغه پیشرفته مملکتونه غواړي چې نورو مملکتونو هغه سرمایه ورسره وي او په دې سرمایه سره دوی هم کار وکړي خپل هغه بانکي سکتور فعال وساتي نو د موږ تاسو دغه پیسې چې دوی سره دي دوی هم کار کوي د دوی لپاره هم یو اقتصادي بود لري او د افغانستان لپاره دا ده چې دوی د افغانستان پیسې به امانت شکل ساتل کیږي او له دې نه به سو استفاده نه کیږي او موږ تاسو به کولی شو همیش د افغانستان خلک د افغانستان دولت دته ښه لاسرسی ولري خو دلته یو مشکل دا ده چې اوس خارجي تعذیرات دي نه سو کولی چې په هر بخش کې ترېنه استفاده وکړو تنها یو بخش کې مثلا موږ تاسو د پیسو په چاپولو کې او یا نور هغه بشري مثلا ناورینونو کې کولی شو ترېنه استفاده وکړو او بل خبر دا ده دا یو ډیر ښه اقدام و هم د امریکا لخوا هم د بهرنیانو لخوا او هم د هغو اشخاص افرادو چې د موږ تاسو پیسې د امریکا نه د سویس بانکونو ته راانتقال کړلې په دې سره موږ کولی شو د سویس هېواد سره خپلې اړیکې کړو او د دغو پیسو ته په ښه توګه ترېنه استفاده وکړو او ښه لاسرسی هم ورته پیدا کړو نو بهتره خبره دا ده د دوی راتګ افغانستان ته افضلي صاحب دا یو ډیر مهم ګام ده
نو لدې سره به هم د دوی هغه پیشرفتونه هغه ورتیاوی یا هغه صلاحیتونه یا هغه تکړه چې دوی لري په جهانی صفحه باندې نو کولای شي په افغانستان کې عملی کړي او د افغانستان په وسنی وضعیت باندې مستقیم تاثیرات لري. بله بسیار خوب، تشکر خیلی زیاد جناب مبارز. شما اشاره به ای داشتین، خوب است که ما همچنان اشاره به ای داشته باشیم که صندوق امانی در سوئیس، شما اشاره داشتین 155 میلیون دلار سود کرده و این چیزی است که شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق ایره گفته بر رسانه ها. ما چند پیش از رسانه ها همچنان ایره شنیدیم. این پول گفته در پشتیبانی پول افغانی هزینه میشه، به نظرتان چقدر میتونه این پول باعث افزایش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی شود؟ افغانی چې ګوره کوم تاسو اوس د خپل د افغانۍ د ارزښت وګورو، ته د افغانۍ ارزښت دا نه ده چې مثلا موږ تاسو ګورو یو خدای داسې بهرني کومکونه دي، بل دا ده چې اوس هم افغاني خلک په نړۍ کې د افغاني محصول یا د افغاني پیسو په دې خاطر په پیژري چې موږ تاسو یو اندازه پیسې په هغو مملکتونو کې لرو کوم کې چې هغه په نړیواله سطحه باندې په نړیواله درجه بندی باندې یو خاص نوم لري، مثلا مالی سیستمونه ډیر برابر دي. نو هلته دې موږ تاسو پیسې دي لکه دغه چې تاسو وایي دی امین صندوق په دې کې د افغانستان هغه پیسې دي چې هغه تاسو کولای شو د تجارتي بیلانس کې پرې استفاده وکړو. د تجارتي بیلانس سره تر څنګ تاسو خلک چیرې افغانستان له کوم بل اقتصادي ناورین سره مخ کیږي دغه پیسو نه کولای شو مستقیم استفاده وکړو. لکه څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو دی موږ تاسو افغانۍ باثباته دي او خپل هغه پیشرفتونه هم درلودل، یا مثلا د داخلي تولیداتو په اساس او یا د موږ تاسو د معدنونو د کیندلو په اساس باندې د خپل ارزښت ترلاسه کړل، ویې کړای شو چې یو باثباته پیسې واوسېږي. شپږویشت فیصده موږ تاسو شپږویشت فیصده د دې نرخونه هم راټیټ کړل، نرخ هم پرې لوړ کړل او په همدې سره موږ کولای شو چې یو جهاني نرخ ټول نړۍ په دې باندې تفسیر وکړي چې په افغانستان کې اکثره یا مثلا له داسې اقتصادي ناورین سره مخ هېواد کولای شي د خپلو پیسو ارزښت داسې ثابت وساتي چې تر اوسه پورې هغه پرمختللي هېوادونه هم نشي کولای په دې قسم یې ثابت وساتلی شي. نو بله خبره دا ده چې د دې تر څنګ د دغو پیسو پاتې کېدل په خارجي بانکونو کې یو خو مفاد ترلاسه کولای شو، دومه خبره دا ده چې د موږ تاسو تجارتي بیلانس یا خلک یا مثلا هغو مملکتونو سره چې موږ تاسو راکړې ورکړې لرو د دغو پیسو په ویلو سره یا د دغو بیلانس په ښودلو سره کولای شو هغوی هم د افغانستان په تجارانو باندې یو مؤثر تاثیرات لري. اگر چې موږ تاسو نسو کولای اوس فعلا مستقیم ترې استفاده وکړو، خو بیا هم نړیوال وایي که چیرې مثلا د افغان تجاران یا افغانۍ مثلا مؤثریت لاس ورکي او یا خپل ارزښت له لاس ورکي، دوی د دې لپاره پشتوانه لري. دوی د دې لپاره مثلا 9-9.5 میلیارد ډالر پورې مثلا د دې پشتوانه شته، نو کولای شي چې دغه خپل هغه مشکلات حل کړي ترلاسه کړي. نو افغاني صاحب بهتره خبره دا ده چې موږ تاسو باید بیلانس ولرو، موږ تاسو باید پیسې ولرو، د دې تر څنګ باید موږ تاسو همداسې طلا هم ولرو، سپین زر ولرو او کوم چې مثلا استخراجېږي په افغانستان کې هغه دا تنها نه چې مثلا موږ تاسو واخلو او په خلکو باندې وپلورو، نه، بعضې باید د افغانیو د ارزښت لپاره په افغانستان کې وساتل شي. دولت باید د دې لپاره مثلا شرکتونه ایجاد کړي تر څو پورې هغه معدنون مثلا هغه قیمتي کاڼي چې هغه موږ تاسو په خارجیانو پلورو یا په داخل کې په هر تجار باندې پلورو، هغه باید موږ تاسو یو اندازه په خپل داخل د افغانستان کې یا د افغانستان بانک کې باید وساتل شي تر څو پورې که چیرې موږ تاسو له کوم بل مشکل سره مخ کیږو یا د افغانستان واردات جوړیږي او صادرات سره نور هم چټیږي یا دلته افغانستان اقتصادي پلوه بې ثباته کیږي، نو د هغو قیمتي ډبرو په اساس باندې کولای شو خپل هغه اصلي ارزښت ترلاسه کړو. نو د ما غوښتنه د افغانستان بانک نه هم دا ده که چیرې دغسې هېوادونه راځي دلته کومکونه کوي، دلته د خپل پروژې مثلا عملي کوي، بیا بشري مرستې ترسره کوي، بیا په تعلیمي بخش کې چې وي هېواد اکثره ډېر پروژکتونه درلودل،
نو هغه بیرته مثلا تر سره نیسي او یا اوس هم کومکونه کوي. نو د دې تر څنګ باید زموږ تاسو دغه معدني توکي کانې باید مثلا په یو محفوظ ځای کې هم وساتل شي تر څو پورې په راتلونکي کې کله موږ تاسو کوم مشکل سره مخ کېږو دغه نه ترې استفاده وکړو. بله، بسیار زیاد تشکر از شما محترم محمد عیسی مبارز، آگاه مسائل اقتصادی، که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. تشکر از شما. شنونده های محترم، پس از میان برنامه کوتاه بحث ما را ادامه میدیم. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. دوباره خوش آمدین و در این قسمتی از برنامه بحث ما را ادامه میتیم با محترم عبدالغفار نظامی، آگاه مسائل اقتصادی. جناب نظامی صاحب، خیلی زیاد خوش آمدین به برنامه. نخستین پرسش این که به نظر شما تا تابستان 2024 یعنی سال روان میلادی چندین ماه مانده است، این تصمیم چرا پیش از زمان رسیدن و یا پوره شدن وقت گرفته شده است؟ به نظرتان آیا کشور سوئیس میخواه اوضاع را در این بررسی بکنه در این مدت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و یک سلام به خدمت شما و به خدمت نشنانده عزیز. علیکم السلام. ببینین، پیش از اینکه به سوال شما بیایم، اول اجازه بکنید در رابطه با نحوه و چگونگی فعالیت های بین المللی در افغانستان و مشخصا در بخش کمک به افغان ها، بله، هدف های استراتژیک موجب ازی شده که پای جامعه بین المللی را به افغانستان بکشانه. از دو جمله، حضور اینا و کنترل داشتن اینا بالای منطقه و بالای اقتصاد کشور محسوب میشه. دوم، هدف کمک های بین المللی در مجموع به خاطر تضعیف کردن رکن اسلام که زکات محسوب میشه که تضعیف شود این فرهنگ اسلامی. سیوم، اینا هم اهداف استراتژیکشان در اواخر با چالش ها روبرو شده و اینا میخواین که حضور گسترده در افغانستان داشته باشند و بتانند که از مسائل تمام جغرافیا و در زمین چهار اطراف افغانستان آگاهی داشته باشند و معلومات به کشورهای خود انتقال بدن، بدون از اینکه مصلحت دو کشورها و یا هم مصلحت افغانستان در نظر گرفته شود. چهارم، اینا میخواهند که افغانستان را به شکل تضعیف نگاه بکنه، به شکل اقتصادی به ضعیف نگاه بکنه تا که افغانها سرشان بلند نشه که باز اینا حقوق خود را از کشورهایی که در قبال اینا جنایت‌ها را انجام دادن پرسان نکنن. بله، جناب نظامی صاحب، کشور سوئیس حالا اعلان کرده دفتر خود بازگشایی میکنه، در کنار از این آیا تاثیر روی وضعیت افغانستان بازگشایی دفتر خواهد گذاشت از نظر شما؟ ما نظر ما که هست نخیر، کمک های جامعه جهانی و فعالیت های گوناگون جامعه جهانی به شکل کمک به افغان ها در حدود 7 همیشه که به برای افغان ها جریان داره و ما در این 7 دهه تاثیرات مثبت از این هرگز ندیدیم و برعکس تاثیرات منفیش اگر قلم بگیریم ممکن کتاب ها پر شود. و این که باز زمستان تقریبا بیشتر تیر شده و خلاص شده و یه دو ماه یا شاید کم زیاد مانده باشه و در این وقت اظهار نظر اینا که هستن، این فکر میکنم که صرف بخاطر اهداف خودشان هست و به افغانها هیچ یعنی به شکل کمک نیست، بلکه بخاطر به رسوند اهداف خودشان هست. بله، اگر کمک ها تأثیر داشته باشه و تو کمک های باید انجام شوه که تأثیر گذار باشه، از نظر شما چگونه کمک ها باید باشه؟ کمک ها در صورت کمک گفته میشه که شکل کمک را داشته باشه. بله،
مثلا کمک به افغانهایی که صورت میگیره به شکل مواد خام که خریداری میشه و در افغانستان خریداری شود تا که فواید آینده و فایده کنونی داشته باشه. فایده کنونی چیست که البسه داره میشه، مشکل مردم ما حل میشه، برشان سرپناه داره میشه، در بخش فکتوری سیهی شده ما ترده میشه و بمثال از این کمک های فیلیست که مشکلات کنونی رو حل میکنه و در آینده بر افغان ها مشکلات رو دائمی حل میکنه و از اقتصادیشان دور میشه، مواد داخل کشور خریداری شوه که بازارها رشد کنه و به سکتور خصوصی و بمثال از این تجارت ها را نقطه بکنه. در زمین به شکل کمک به صورت بگیره که در هماهنگی با کشور با حکومت افغانستان باشه، یعنی نه که اونا را حتی به شکل ناظر هم به پیش خود در فعالیت های خود اونا را نمانند، به شکل ناظر چی گفته که نظریات اونا را به عمل خود بگیره، یعنی به این معنی است که شکل موازی فعالیت اونا در یعنی جغرافی بیخی بیگانه که افغانستان محسوب میشه و اونا به شکل موازی فعالیت میکنن. سیوم این که اینا باید در افغانستان که میاین مطابق با قوانین نافذه کشور ما باید فعالیت خود انجام بدن، نه اینکه اینجوری سیویسی باشه و مطابق پالیسی کشور سیویس به افغانستان فعالیت خود انجام بده. اگر اینجوری امریکایی باشه مطابق قوانین امریکا، اگر جرمنی باشه مطابق قوانین خود کشورشان و به هیچ قوانین داخلی پسند در نظر نگیرن. به امثال از این کمک ها به نظر به ضرورت باید در افغانستان انجام شود. ببینید اینا همیشه اعمار اینا را شما ببینید که اینا اعلان میکنن، گاهی اینا از فقر اعلان میکنن، گراف فقر اعلان میکنن که حدود 27 میلیون، حدود 30 میلیون، حدود 25 میلیون، مختلف راپورا را شما شاهد بودین که اینا اعلان میکنن، در حالی که در حقیقت چنین نیست و این به شکل به اسلام چی بگویم که امو روحیه افغان ها را از یک سو تضعیف میکنه و از سوی دیگه عزت و منصبی که افغان ها داره این را به کشورهای جهان ضعیف نشان بده و به شکل جواب بده که اینا کسایی هستن که بی کسب و بی کمال و بی هنر و بی پیشه و بی مسلک و بی تعلیم و نفهم و به شکل متفاوت میتونه. شما ببینید در میدیاهای کشور درباره افغانستان بسیار زیاد نظریات منفی منعکس میشه. این چیز که نظر بر راپورای اینا، چون اینا یک منبع چی محسوب میشن، معتبر محسوب میشن، گفای اونا را، نظرهای اونا را، احصایه اونا را بیشتر قابل اعتماد قرار میگیره. از این خاطر اینا حقایقی که در این جهت باید این را بگوید به دنیا منعکس بکنن، ولی برعکس اینا منفی منعکس میکنن. یعنی در مجموع در کارهای اینا فوق العاده ضعف مدیریتی، فوق العاده ضعف وجود داره که این مشکلات فکر میکنم که بیشتر از سالهای دور و بیشتر از سالهای طولانی در اینجا جریان داره. بله جناب نظامی صاحب، شما از ضعف مدیریتی نهادها در افغانستان یاد کردین که از اوضاع افغانستان درست آگاهی ندارن و گزارش های زد نقیز پخش میکنن. کشورهایی که میخواهند برای افغانستان کمک کنن در اولویت کاری خود کدام پروژه ها را قرار دن تا پروژه هایشان قابل محسوس و درک باشه، زمینی کار بر مردم فراهم بکنن؟ ببینین کشورها بالای چی استوار هستن؟ بله. کشورها بالای اقتصاد استوار میشن و روز به روز بهبود پیدا میکنن و بالاخره خودکفا میشن. اینا خوبتر میفهمن که افغانستان را به چه شکل به طرف رشد اقتصادی ببرن. از ما و شما که اینا بیشتر میفهمن. خوب نشانه شید که کشورهای خودشان ببینن که چقدر آباد است. موضوع دومی است که اینا هم حکومت ما را دست کم نگیره. همیشه متاسفانه که این جوهای بین المللی حکومت ما را دست کم گرفته و با اونا یک شکل بسیار طبیعی سازش کردن. سوم است که این جامعه بین المللی که در افغانستان فعالیت میکنه، ما دشمنی کشورهای همسایه خود به خاطر فعالیتی که اینا میکنن گرفتیم. شما ببینید ایران میخواهد افغانستان سرمایه‌گذاری کنه، لیکن فعالیت گسترده جامعه بین المللی به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی که در اینجا حضور دارن اینا نمیاین. اما قسم شما چین را ببینین، بسیار زیاد محتاطانه در اینجا پیش میره. همه قسم شما روسیه را ببینین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان را ببینین، اگر حضور اینا نباشه در اینجا افغانستان خودش بسیار خوب رشد میکنه. موضوع سوم،
خود افغان ها چی وقت بیدار خواهد شدن به خاطر آبادی کشور خود؟ بله. در صورتی که من بر شما میگم که در صورتی که اینا فعالیتشان به این شکلی که فعلا جریان داره و این جریان داشته باشه، افغان ها هرگز این کشور خود نخواهد دانستن و فکر نخواهد کردن و به خاطر آبادی کشور خود هیچ وقت فکر نخواهد کردن. بله. به نظر شما جناب نظامی صاحب، باز کردن دفتر سویس زمینی جلب سرمایه گذاری دیگه کشورها رو در افغانستان فراهم خواهد کرد؟ هرگز نیه. کشورهایی که همراه با سویس هستن، بله، شما درباره سویس ممکن معلومات داشته باشین که سویس کشوری است که بله. مرکز پولشویی اروپا و امریکا است. بله. این مطلب را باز تکرار نکنم، سویس کشوری است که مرکز پولشویی پولهای اروپایی و امریکایی است. زمانی که پولهای غیر قانونی به دست میآید، به خاطر پاک کردنش سویس است مرکزشان، بانکهای سویس است. شما یک نشانه هم خواهد داشته باشید که افغانستان را هم در این ببخشید که استفاده میکنم این کلمه را، در این سکتور گندی مالی که بانک ها مسئول میشه از سویس، پیسه پاک افغانستان هم در او داخل کردن. بله. نه باعث نمیشن با او کشورهایی که همراز است و میفهمند درباره این حقیقت، اونا چی نمیشن، تشویق نمیشن که افغانستان بیاین. نمیدونن کشورهایی که درباره سویس درست معلومات نداشته باشه، او کشورها به شکل عادی فکر نکنم که اونا هم تشویق شوند، ولی کمک های جامعه جهانی در افغانستان که هست بیشتر شکل گسترده جریان داره، فکر میکنم که تاثیر هم سر جلب توجه کمک های بیشتر نخواهد شود، به خاطر که بیشتر از اینا جامعه بین‌المللی ملل متحد، اداره ملل متحد که هست، اونا ارزش گپشان و بیاناتشان بالاتر است. اونایی که سر صدا میکنن او تاثیر گذار و قدر نیست با چی منده یک کشور که بیا اینجا فعالیت کنن و باز دیگه کشورها تشویق شوند. فکر نمیکنم تاثیرات مثبت داشته باشه. بله، شما بیشتر یاد کردین از کشور سوئیس، کشوری است که آمریکا خواست 3.5 میلیارد دلار افغانستان به کشور سوئیس انتقال بده و همچنان صندوق امانی پول افغانستان در کشور سوئیس است که چند پیش ما گزارش را داشتیم 155 میلیون دلار سود کرده. این پول ها چقدر میتونه در اقتصاد افغانستان تأثیر گذار باشه؟ زمانی که آمریکا میخواست پول انتقال بده به کشور سوئیس، گفت که این باید برای کمک اقتصاد افغانستان به مصرف برسه. متاسفانه با وجود از اینکه افغانستان قهرمانای داشته در طول سالهای متمادی و فعلا هم الحمدلله قهرمانای هستند که افغانستان را از مشکلات بسیار بزرگ نجات داده و دسیسه‌ای که اینا برشان سخته بودن اونا را نقطه پایان داده که ما شاهدش بودیم و هستیم. افغانستان خودش میتونه که وضع اقتصادی کشور خود را جور کنه، حل کنه مشکلات اقتصادی کشور را، مشکلات سیاسی را و امثال از این دیگه مشکلات را. ضرورت به این پایان نمیشه که از بیرون کدام نقطه پیشنهادی بر افغانستان پیشنهاد شود. شما ببینیم امارات اسلامی به همراه بودجه صفر حکومت داری را شروع کرد و امروز شما ببینیم که در کجا رسیده و این پولی که به شکل غیر قانونی و بدون یک دلیل موجه که اینا پول افغانستان در پیش خود نگاه کردن، حال خو افغان ها کسایی هستن که بسیار بردبار. اگر این پول از کدام کشور دیگه می بود، شما می دیدین که در بیشتر کشورهای جهان ممکن حتی به محکمه بین المللی اینا عارض می شدن که پول ما را به کدام دلیل اینا پیش خود نگاه کرده تا کرده. تاثیرات منفی که این بلای وضع اقتصادی ما مزرایی که تو می شه و این که این پول ما چقدر سود میکنه، آیا این سود بر رضایت ما هست یا نیست و بمثال از این دیگر زیاد موارد هست. اگر بله. کشورهای جهان با وقت بخواهد که مشکلات به افغانستان حل شود، این می پولی که اینا گروگان گرفتن این پول شد به افغانستان بتن. شما ببینیم اگر اینا از این حراس داشته باشن که افغانستان به این پول ممکن تروریزم تنویل شود یا بمثال از این دیگر تنویل شود، شما ببینیم ازارت اخیر وزارت مالیه را که اینا ازارت داشتن که ما از بانک انکشاف اسلامی و بانک جهانی پولهایی که بالای افغانستان است ما یک تعداد اخفات از این را پرداخت کردیم و دیگر اخفاتشان می پرداخت میکنیم، یعنی حدود 1.4 میلیارد دلار از این را پرداخت کردنی هستیم. شما ببینید که ما با وجود از اینکه شروع به صفر و حال اخفات بانکهای جهانی را ما پرداخت میکنیم و این پول با چطور میتونه به تروریزم تنویل شود یا چطور میتونه به سوی دیگر برای سوی استفاده شود، از این
دوستی یا گپایی هستن که خودسر است و یک طرف است و یا اینا با خودشان نظر به استراتژی که استراتژی شون یا سیاست های شون که رقیب افغانستان دارن، این همیشه بالای اظهارات خود عاشق هستن و مشکلات افغانستان را به شکل بنیادی حل نمی کنن و وی برش مهم هم نیست وضع اقتصادی افغانستان خوب باشه خراب باشه، اینا صرف اهداف خود می خواهند تحقق پیدا بکنن. بله بسیار زیاد تشکر از شما محترم عبدالغفار نظامی، آگاه مسائل اقتصادی، از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. تشکر از شما هم، بخیر و سلامت باشید. و تشکر از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان که تا لحظات برنامه بینش و پرسش را شنوا بودین. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند یکتا و بی همتا امانت میسپارم. شب و روز خوش داشته باشین.